بعد از مهر ماه شلوغ، دومین ماه پاییزم کلی بازی جذاب و باحال داره. از کال آف دیوتی جدید تا دراگون ایج. بیاین با هم یه نگاهی به این بازی‌ها داشته باشیم. اولین بازی مهم آبان نسخه جدید کال آف دیوتی به اسم بلک اوپس 6 که 4 آبان از راه میرسه. این نسخه مجموعه رو تری آرک می‌سازه و قرار 3 بخش آشنای کال آف دیوتی یعنی داستانی، چند نفره و زامبی رو توش داشته باشیم. از نظر داستانی بازی دنباله‌ای برای کولد وار به حساب میاد و وعده روایتی پرجزئیات و اتفاقای خیلی غیر قابل پیش بینی رو بهمون داده. گیم پلی کلی بازی هم تغییرات خیلی مهمی داشته که از جمله اونها میشه به سیستم جدید حرکتیش اشاره کنیم. ششمین نسخه بلک اوپس بخش زامبیش هم خیلی تغییرات باحالی کرده و پتانسیل اینو داره که نسخه خیلی موفقی از کال آف دیوتی رو بهمون بده. بازی بعدی بازی سونیک ایکس شادو جنریشنز. همزمان با نسخه جدید کال آف دیوتی بازی سونیک ایکس شادو جنریشنز هم منتشر میشه. این بازی در اصل ریمستر از نسخه سونیک جنریشن به حساب میاد که قراره یه بخش داستانی کاملا جدید هم با حضور کاراکتر شادو داشته باشه. گیم پلی بازی همون تجربه آشنای پلتفرم مجموعه سونیک که هم شامل مراحل ساید اسکرولینگ و هم سبودی میشه. نمایش‌های بازی پیشرفت خوبی از نظر بصری رو نسبت به نسخه اصلی بهمون نشون میده و مراحل جدید شادو هم حسابی جذابن. آیا قرار امسال یه سونیک درجه یک داشته باشیم؟ باید ببینیم که چی میشه. بازی بعدی بازی Life is Strange دابل اکسپوژره. 8 آبان نوبت به نسخه جدید Life is Strange میرسه. دابل اکسپوژر در اصل 4 نسخه اصلی این مجموعه به حساب میاد و اتفاقای اون دنباله داستان قسمت اول بازیه. شخصیت مکس 10 بزرگتر شده و تو منطقه جدیدی سکونت داره. اینجاست که مکس متوجه قابلیت ماوراطبیعی جدیدش میشه که اجازه میده بین دو تا تایملاین مختلف سفر کنه و مکس تصمیم میگیره از این موضوع برای حل معمای یه قتل استفاده کنه. سازنده ها وعده یه داستان خیلی پرجزئیات دادن که میتونه دابل اکسپوژر رو به یکی از بهترین نسخه های لایفیس استرنج تبدیل کنه. و اما بازی بعدی نسخه کامپیوتر آقای راکستار. دم شما گرم، واقعا زحمت کشیدن آقا رضا. بعد 10 خیلی بیشتر از 10 یادم نمیاد، ولی نسخه کامپیوتر رد دد ردمشنه که 8 آبان میاد دستمون. بالاخره بعد از سالهای خیلی طولانی شایعه‌های مختلف، راکستار رسما بازی رو برای کامپیوتر تایید کرد و گیمرها میتونن ماجراجوی جان مارسون رو به شکل رسمی روی پی سی تجربه کنن. این نسخه قرار بهبودهایی هم برای اجرای بهینه روی سیستم‌های امروزی داشته باشه و شامل بسته الحاقی محبوب آندد نایتمر هم میشه. آندد نایتمر رو برید، خیلی باحاله. البته قیمت گذاری بازی یک کمی با اعتراض طرفدارا روبرو شده و باید ببینیم آیا این نسخه ارزش 50 دلار رو داره یا نه. بازی بعدی بازی یه مجموعه محبوب و قدیمی به اسم دراگون ایج د ویلگارد. نوبتی هم که باشه نوبت استودیو بایوور که 10 آبان دراگون ایج د ویلگارد رو به دست اون برسونه. ساخت این بازی از سال 2015 شروع شد و تو این مدت بارها و بارها تغییرات بنیادی زیادی پیدا کرد و حتی اول قبول با اسم درد ولف منتشر بشه. اتفاقای ویلگارد 10 بعد از داستان نسخه اینکویزیشن رخ میده و قرار شاهد ماجراجویی تو مناطق جدیدی از دنیای تداس باشیم. از نظر گیم پلی هم با یه اثر اکشن نقش‌آفرینی طرفیم که نمایش‌های خوبی هم ازش دیدیم. بایوور هنوزم استودیوی دوست داشتنی و قابلیه و اگه همه چی خوب پیش بره میتونه یه تجربه نقش‌آفرینی درست حسابی رو تقدیم طرفدارش کنه. بازی بعدی به چی داریم؟ دوباره ریمستر از ریمستر کار قدیمی آقای سونی، هورایزن زیرو دان ریمستر دادن، زحمت کشیدن دوباره. بله، به 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 به. تو همین روز یعنی 10 آبان نسخه ریمستر هورایزن زیرو دان هم برای پلی استیشن و کامپیوتر منتشر میشه. ریمستر نسخه اول هورایزن قرار پیشرفت‌های بصری مختلفی داشته باشه تا گیمرها بتونن ماجرای شخصیت الوری رو با کیفیت بالاتری تجربه کنن. حالا درسته که حتی طرفدارای پلی استیشن هم خیلی روی خوشی به معرفی این ریمستر نشون ندادن، ولی به دلیل قیمت‌گذاری منطقی برای دارنده‌های نسخه قدیمی بازم این بازی میتونه که تجربه قابل قبولی باشه. نمیدونم واقعا. بعد اینکه ریمیک نسخه سایلنت هیل تو ماه مهر ماه حسابی طرفدارای ژانر وحشت رو شوکه و البته سرگرم کرد، تو ماه آبان هم قراره بازی جدید کیچیرو تویاما خالق این مجموعه رو با اسم استیترهد داشته باشیم. آقای تویاما بازی جدیدش رو توی استودیوی خودش می‌سازه و وعده یه تجربه سروایوول هارر درست حسابی رو داده. جنس ترس این بازی یک کمی حال و هوای شرقی ژاپنی داره و یکی از نکات خیلی جالبش، خیلی جالبش، حضور آکیرا یاماوکا آهنگساز سایلنت هیل تو تیم توسعه شه.
استیتر هد میتونه یه تجربه ترسناک ارزشمند دیگر رو تو ماهای آخر سال 2024 به دستمون برسونه که 18 آبان هم منتشر میشه. و اما بازی بعدی بازی لگو هورایزن ادونچرز که خدا بده برکت ماشاءالله هورایزن رو که ریمسترشو که گفتیم هیچی. اما بچه ها جالب بدونین که نسخه ریمستر بازی اول تنها بازی از این مجموعه نیستش که قراره توی آبان بیاد. ما قراره نسخه لگویی خیلی بامزه به اسم لگو هورایزن ادونچر هم داشته باشیم که توی 24 آبان عرضه میشه. این بازی دوربین ایزومتریک داره و از نظر داستانی هم همون روایت نسخه اول رو با تمرکز روی سری جنبه‌های متفاوت مثل ارتباط الوی با دوستاش ارائه میده. نکته جالب راجع به این اثر امکان تجربه اون به شکل کوآپ دو نفره است که قطعاً میتونه با توجه به دنیای هورایزن و البته اون فرم و شکل بامزه لگو خیلی تجربه جالب توجهی باشه. تو تاریخ 29 آبان شبیه‌ساز جدید پرواز شرکت مایکروسافت را با اسم همون مایکروسافت فلایت سیمولیتر 2024 داریم. این نسخه بازی هم درست مثل نسخه قبلی قرار تجربه پرواز با انواع اقسام هواپیماها را ارائه بده و البته یه بخش کریه با مراحل متنوع از سمپاشی مزارع گرفته تا خاموش کردن آتش سوزی تو مزارع یا نجات کوهنوردا را داشته باشه. سازنده ها توی صحبت های خودشون گفتن که مایکروسافت فلایت سیمولیتر 2024 یه تجربه کاملا مستقله، ولی همه محتوای اضافه نسخه قبلی که از طریق فروشگاه آنلاین ارائه شده بود با این نسخه هم سازگاری دارن. و اما بازی بعدی بازیه که من خودم خیلی منتظرشم و خیلی دوست دارم تجربهش کنم، استاکر هارت آف چرنوبیله. در نهایت آخرین روز از آبان بالاخره نوبت به انتشار بازی استاکر 2 هارت آف چرنوبیل میرسه. بازی که قرار بود خیلی خیلی قبل‌تر به دستمون برسه ولی بعد از جنگ روسیه و اوکراین درگیر مشکلات شدید توسعه شد. استاکر 2 یه بازی شوتر اول شخص با عناصر ترسناکی که با موتور آنریل 5 ساخته میشه و نمایش‌های اون واقعا جذاب به نظر میاد. باید منتظر بمونیم و ببینیم که آیا این بازی بعد از اون داستانای تولیدش میتونه یه تجربه آخر زمانی درست حسابی برامون داشته باشه یا نه. دمتون گرم که تو این ویدیو همراه ما بودین. انشالله که آذرم بازی جذابی داشته باشیم. ما هر ماه همینجوری بریم براتون بازی خوب معرفی کنیم. ارادت فراوان و با تشکر از دایی آقا رضا عبد. خدا نگهدار.